سرخط خبرها. آغاز رقابت‌های انتخابی تکواندو در کابل. رفتن 99 کودک مبتلا به بیماری شکستگی استخوان و سوختگی شدید به آلمان. و معرفی واکسن روتاویروس توسط وزارت بهداشت افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. به مشروع خبرهای کودک و نوجوان این هفته با من فائزه حازم خوش آمدین. رقابت‌های انتخابی تکواندوی نوجوانان کابل برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان و المپیک نوجوانان جهان در هفته قبل روز چهارشنبه در کابل برگزار شد. در این رقابت‌ها بیش از 130 ورزشکار از 33 باشگاه شهر کابل اشتراک کرده اند و برای بازی در تیم ملی رقابت می‌کنند. رقابت‌های انتخابی تکواندوی نوجوانان کابل برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان و المپیک نوجوانان جهان روز چهارشنبه هفته گذشته در کابل برگزار شد. این رقابت‌ها تا 3 روز در جیمنازیون ورزشی ریاست تربیت بدنی و ورزش در 10 بخش وزنی به رقابت می‌پردازند. به گفته این مسئولان، هدف از برگزاری این رقابت‌ها شناسایی چهره‌های برتر برای رقابت در رقابت‌های جهانی تکواندو در تونس و المپیک نوجوانان جهان که قرار است در ارجنتین برگزار شود است. خواجه احمدالله رسا، سرپرست و سکرتر جنرال فدراسیون تکواندو گفت هدف از این مسابقات معرفی تیم کابل برای مسابقات تیم ملی که آن قریب برگزار خواهد شد و این بازیکنان برای حضور در بازی‌های ملی شرکت خواهند کرد. فیض‌الله ورزشکار گفت از برگزاری این مسابقات خیلی خوشحال هستم. این مسابقات باعث می‌شود که استعدادهای تازه در کابل کشف شود و باعث تقویت تکواندوی افغانستان می‌شود. مسئولان جمعیت هلال احمر میگویند قرار است 99 کودک مبتلا به شکستگی استخوان و سوختگی شدید را با همکاری برنامه دهکده صلح به آلمان بفرستند. مسئولان جمعیت هلال احمر میگویند قرار است 99 کودک مبتلا به بیماری شکستگی استخوان و سوختگی شدید را با همکاری برنامه دهکده صلح برای درمان به آلمان بفرستند. این بیماران شامل 67 پسر و 32 دختر اند. میرویس اکرم، معاون و سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی میگویند کودکانی که درمانشان در افغانستان امکان پذیر نیست هر سال به بیرون از کشور فرستاده میشوند و کودکانی که شامل این برنامه درمانی میشوند زیر 11 سال هستند. سرپرست جمعیت سرمیاشت میگوید که مدت درمان کودکان بیمار 6 ماه است. در صورتی که برخی از این کودکان به درمان بیشتر نیاز داشته باشند، دوباره به آلمان فرستاده میشوند. سلیم بهرمند، رئیس خدمات صحی جمعیت سرمیاشت میگوید سالانه یک بار حدود 100 کودک مبتلا به بیماری شکستگی استخوان و سوختگی شدید شامل این برنامه میشوند. به گفته آقای بهرمند، کودکان بیمار پس از بررسی های صحی از سوی پزشکان آلمانی و نظر به میزان بیماریشان به بیرون از کشور فرستاده می شوند. و خبر اخیر این که سالانه بیش از 100 هزار مورد اسهال در افغانستان گزارش می شود که 40-45% مربوط به روتاویروس است. وزارت بهداشت افغانستان واکسن روتاویروس را برای کودکان زیر 1 سال معرفی کرده است. وزارت بهداشت افغانستان واکسن روتاویروس را برای کودکان زیر 1 سال معرفی کرده است. روتاویروس یکی از شایع‌ترین دلایل اسهال در نوزادان و کودکان است و این عفونت در افغانستان دومین عامل مرگ و میر کودکان خوانده شده است.
وزارت بهداشت افغانستان میگوید واکسن روتا ویروس برای پیشگیری کودکان از بیماری کشنده اسهال تجویز شده و معرفی این واکسن در افغانستان میتواند حدود 30% کودکان را از مرگ نجات دهد. هرچند آمار دقیق مرگ و میر کودکان ناشی از بیماری روتا ویروس در افغانستان هنوز در دست نیست، اما نماینده سازمان بهداشت جهان در افغانستان میگوید که این عفونت شدید در افغانستان سالانه حدود جان 5000 کودک زیر 5 سال را میگیرد. فیروزالدین فیروز وزیر بهداشت افغانستان با اشاره به آغاز تطبیق واکسن روتا ویروس گفته است که این واکسن در تمام مراکز بهداشتی توزیع شده و به شکل قطره به کودکان و نوزادان داده می شود. او همچنین گفته است که واکسن روتا ویروس در افغانستان می تواند از حدود 1,000,000 کودک در برابر این بیماری محافظت کند. روزانه 26 کودک در اثر بیماری اسهال در افغانستان جان می دهند. وزیر بهداشت افغانستان با کمک سازمان بهداشت جهان و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یعنی یونیسف این واکسن را برای کودکان زیر 1 سال معرفی کرده است. سالانه بیش از 100,000 موارد اسهال در افغانستان گزارش می شود که 40-45% مربوط به روتا ویروس است. وزارت بهداشت تا حالا واکسن های ضد توبرکلوز، فلج کودکان، سیاه سرفه، تیتانوس، زردی سیاه، آنفولانزای نوع بی، سینه و بغل و سرخکان را به شکل سراسری تطبیق کرده است. با تطبیق واکسن روتا ویروس در کشور تعداد واکسن ها برای مبارزه با بیماری های مختلف کودکان به 13 می رسد. ممنون از همراهی تک تک شما خوبان. تا هفته بعد و خبرهای بعد، خدا نگهدار.